سلام خدمت همه کسا و دوستا و عزیزای کمیل لحظه برنامه ما را بیننده هستند. در هر گوشه و کنار که هستین دوستای عزیز خوشحال هستیم که باز هم وقت از او فرار رسیده که یک برنامه متفاوت با یک مهمان ویژه در خدمت شما باشیم و بتانیم دوستای عزیز ما را که دعوت میکنیم مهمانای ما را مهمانای خوبی باشن و پیام های کنا داشته باشن، شما ازش مستفید شوین، بشنوین، ببینین و خوب است که هفته یک بار با شما در خدمت شما قرار داریم. عصرتان بخیر، صبحتان بخیر، ظهرتان بخیر، سحریتان بخیر، چون نمیدانیم که امی لحظه برنامه ما را کی در کجا میبینه و بعدا در کجا تماشا خواهد کردن، و از اینکه همیشه حوصله افزایی میکنین و برنامه را متواتر تعقیب میکنین از شما جان سپاس و امتنان میکنم. امروز ویژه برنامه‌ای که مدارم در برنامه جوانان، خوشحال هستم که یک جوان الگو را دارم. جوان دارم که پیام‌های بسیار خوبی داره. پیام‌هایی که هر کدامش گفتارش برای جوانای دیگه یک الگوست، برای جوانای دیگه میتونه یک پند باشه، برای جوانا میتونه امید خلق کنه، برای جوانایی که یأس و ناامیدی دارن از زندگی خود، نظر به مشکلات و نظر به شرایط خاصی که هست، بتونن که اینها برشون یک امید بدن. یک سخنور خوب، یک دختر بسیار خوب و بسیار نام خدا فهمیده و لایق و مستعد. من دیگه بسیار پرحرفی نمی کنم، به خاطر که میگذارم که شما قضاوت کنین و شما بشنوین و من خواهش میکنم این برنامه امروزی جوانان و قسمی است که چون بسیار پیامای خوبی داره و من خاطر باز در اخیر شما خواهد گفتین که آقای کشتیار خوب جوان خوب و ممتاز شما دعوت کردین. بیا از زمان خودش میشیم پیش از اینکه بگویم، ما معرفی میکنم مهمان امروز ما جوان مستعد، جوان خوب و شیرین سخن فرزانه جان امیری است. فرزانه جان با برنامه خوش آمدید. سلام. علیک سلام آقای کشتیار عزیز. دوست دارم برنامه را با یک شعر بسیار زیبا آغاز بکنم. زندگی پنجره باز به دنیای وجود، تا که این پنجره باز است جهان با ماست. آسمان، نور، خدا، عشق با ماست. فرصت باز این پنجره را دریابیم. در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم. رو به این پنجره باز با شوق سلامی بکنیم. زندگی شاید آن لبخند است که دریغش کرده ایم. زندگی زمزمه پاک حیات است میانی دو سکوت. زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست. لحظه آمدن و رفتن ما تنهایی است. من دلم میخواهد قدر این خاطره ها را دریابم. سلام و صد سلام خدمت تمام هموطنای عزیز و نازنینم در هر گوشه کنار دنیا که زندگی میکنن، با امید از اینکه کلگشان جور و صحتمند باشن و ایام به کامشان. تشکر فرزانه جان عزیز. خب بیاین که یک گفتار و گفتشنود خودمانی داشته باشیم. من میخواییم بشنوم از فرزانه عزیز که ما قسمی که در پست انداخته بودم که از بیسود تا کابل، از کابل تا دیلی و پیشروی دیلی یک سوالی انداخته بودم، کوشن مارک، از دیلی کجا گپش خواهد کشید. ما میخواییم شما قصه تان شروع کنید که از بیسود چطور آغاز شد سفرتان، سفر کاری که داشتین، سفر پرتلاتم داشتین و یک باز در لا بنا سر موفقیت هایتان صحبت میکنم انشالله. از بیسود تا کابل برای ما بگوین. باشه حتما. یا آغاز کردیم در کدام مکتب رفتیم، تمام از ایران بفرمایید. باشه حتما. بسود دهکده پر از عشق و محبت یا که دولت میدان وردک موقعیت داره و من از کنار زنبورهای اصل بسود و از کنار باغهای پرثمر سیب بسود دوران کودکی خود را اونجا گذراندم تا دوران 11 سالگی خورم. بعد از او بنا به تصمیم پدر ما و شرایطی که مهیا نبود بر درس خواندن مد بیسود، پدرم تصمیم گرفت که بیای کابل و من باید درس بخوانم، باید مکتب برم. آمدیم کابل و زمستان خیلی سردی بود. سال 1390 زمستان سردی بود که ما آمدیم کابل. پس کوچه های کابل، ساختمان های بلند بالای کابل هنوز هم تصویرش خیلی در ذهن نقش داره و خاطرات خیلی قشنگ بود. اولین بار بود ما شهر می دیدم و خیلی زیبا بود، قشنگ بود. و بعد از او بلاجان تصمیم گرفت که من برو باید مکتب معرفت رفتم. تا سال 1396 مکتب معرفت درس می خواندم و 1396 فارغ شدم.
کدام سال با مکتب معرفت رفتین؟ سال 1390 که ما از ولایت ما آمدیم کابل، امو سال رفتیم مکتب که سال 1391 میشه، یعنی ما زمستان 1390 آمدیم، 1391 شروع کردم. صنف اول بیخی از ابتدای درست؟ صنف اول من فقط روی خانی رو بلد بودم، پدرجان به من حافظ یاد داده بود، من شعرهای حافظ خیلی قشنگ یاد داشتم، دیگه هیچ چیز یاد نداشتم، نمیفهمیدم یک جمع دو چند میشه. باشیم که یک بار کیست با کدام سال؟ سال تقریبا آخر 90 یا 90 نزدن 1391 آغاز کردین مکتب، کدام وقت کدام سال فارغ شدین؟ 1396 بله. خب اینال دیگه برای ما خودتان یکی از کامیابی های خوبتان برای ما گفتین، یعنی شما مکتب 12 سال مکتب در 6 سال تمام کردین درست؟ دقیقاً. مبارک مبارک. در این راستا در راز موفقیتتان چی بوده و چطور تانستین؟ آقای کشیر عزیز خیلی زیاد تشکر. من میخوایم همینجا یک تشکری خاص از استادای خود بکنم، استاد عزیز رایش و بیادرش استاد حفظ الله عبدم، استاد مجید الله سروش، اینا کسایی بودن که نقش خیلی اساسی را در مکتب برمه داشتن و همیشه اینا به ایمان یک دختر کوچک میخواستن رویاهایش را کلام بسازه. زیادتر راز موفقیت ما استادای ما هستن و پدر مادر ما هستن، چون ما فهمیدم که پدرم فقط به خاطر ما از بیسود تمامی همی کوج و اینا رو بسته کردن آمدن دیگه، اینا رو وظیفه ما هست که ما باید درس بخونیم. مکتبم خوب بود، خاطرهای قشنگ داشتیم، استادای ما بسیار مهربان بودن، خوب بودن، زحمت کشیدن. خب موفقیت اولتون در زندگی همی بود که 12 سال مکتب با 6 سال تمام کردین درست؟ خب دیگه چی در طول مکتب، دیگه چی فعالیت های دیگه کردین در کنار درس خواندن مکتب؟ کدام فعالیت های دیگه هم داشتین؟ خب ما بسیار دوست داشتم که بسیار سخنرانی بکنم، یعنی برنامه رو باید گردانندگی بکنم و زمان دورانی که من مکتب رفتم برنامه کوچک کوچک فرهنگی اول گردانندگی بکنم، استادان برمه تهیه میکرد، بعد از او رادیو معرفت تأسیس شد که من به عنوان کوچکترین کارمند در اونجا برنامه داشتم، دو برنامه در عهده من بود، یک برنامه نامه ها و برنامه ورقای خوشبختی که تقریبا دو سال ما کار کردیم. دیگه برنامه حرفه‌ای مثل فیلم برداری و عکاسی و ایدیت فیلم، گزارش نویسی که اولین گزارش من در مورد کودکستان معرفت بود، زمانی که اول کودکستان معرفت جور شد، اونجا چون یک بدر خوردیم در کودکستان شامل بود، به اون خاطر من بسیار علاقه من بودم که باید یک گزارش شروع کنم. با همکاری استاد عزیزم، استاد عزیز رویش، من یک گزارش شروع کردم که بود صفحه معرفت، مکتب معرفت فعلا هم به نظرم که از دقیق مطمئن نیستم، دیگه بسیار از طریق هموطنان ما استقبال شد، دوست داشتن. کارایی که در مکتب بود زیادتر فرهنگی و اجتماعی بود، برنامه رادیو و چیزا. خب مکتب با 12 را تمام کردین، بعد از چی کردین؟ سفرتون با کجا ادامه پیدا کرد؟ ما مثل دیگه هموطنای عزیز ما رویای دکتر شدن خیلی بسر داشتم، به خاطر که مادر جان بسیار دوست داشت من دکتر، من مثل یک دکتر به جامعه وارد شوم و پدر جانم خیلی دوست داشت، چون نسبت به تلاشایی که من میکردم، نسبت به نمرات که دوران مکتب من داشتم، اینا کلا یک امید رو خلق کرده بود که یعنی فرزانه، شاید چند وقت بعد ما فرزانه رو دکتر فرزانه رو بودیم. بعد نمیفهمم اون سال، سال 1396 تهمیه بندی شد که متاسفانه ما با 316 نمره نتونستم که کامیاب شدم، مدرسه اقتصاد انتخاب دوم خود قبول شدم که زیاد خوشایند بربر نبود رشته اقتصاد، با او خاطر که من بسیار علاقه مند تیر بودم، یعنی من بخی آمادگی سرپسر تیر داشتم. بعد نشد و من یک سمستر تقریبا دانشگاه کابل بودم، ولی آنچنانی که باید درس میخواندم نخواندم، دیگه علاقه خاصی نداشتم به او رشته، به او رشته یعنی به دانشگاه کابل نمیتونستم من خوب بفهمم، چون من میدیدم که محصولای تیر ما رفتن پانتونشان درس میخواندن و من یاد خاطرات قبل خود میفتادم که من چقدر رویای بزرگ داشتم و نشد. با چی کردین؟ بالاخره تصمیم با چی شد؟
خب بعد از وقت تصمیم گرفتم که باید بورسیه هایی که بسیار زیاد اعلان میشد اپلای کنم. بورسیه 4 کشور رو اپلای کرده بودم: روسیه، ترکیه، دانشگاه از ایران، هندوستان. و اینا خوشبختانه کلشون ما قبول شده بودم، شاملیست شده بودم و انترویو میخواستن که ما بنا به یعنی مشوره پدر جان و مادر جان و استاد عزیزم خواستم که هندوستان بیایم، به خاطر که زبان انگلیسی تدریس میکردن و همچنان کورسش سالا بود. به اون خاطر آمدم هندوستان. کورس انگلیسی تان فعلا با چه کدام رشته خیلی درس میخوانین؟ مشغول فراگیری تحصیل هستین؟ ما رشته ما اینترنشنال بزنس هستم در دانشگاه ثابت وایفولی پونه یونیورسیتی در پونه هندوستان درس میخوانم. دیگر رشته ما اینترنشنال بزنس هستم. کورس تان از کجا؟ با تا جایی که اطلاع دارم کورس تان تا هم اسکالرشپ گرفتین، درست است؟ بله بله، از ما 100% اسکالرشیپ هست کورسیم و تمام مصاریف و بود و باش همه و همه از طرف دولت افغانستان پرداخت میشه. خب بسیار خوب. چی انگیزه باید شد؟ چطور احساس خوشی میکنین یا کامیابی ها یا این تصادفی میدانین یا پشت کار خود میدانین یا یک پدر مادر حمایتش بوده؟ زیادتر در کدام فکر میکنین انگیزه از علت از این موفقیت هایتون چی بوده باشه؟ ما نقش پدر مادر خود یکی از مهمترین نقش در زندگی خود حس میکنم، میفهمم، درک میکنم، یعنی که اونا چقدر به خاطر ما زحمت کشیدن، به خاطر ما بر ما اعتماد کردن. از همه مهمتر اعتمادش هستن، اونجا اونا بر ما اعتماد کردن و ایمان دختر هوشیار و بیدار و آگاه به جامعه روان میکنن. اصلا کدام وقتی نشده که سرزنش بکنن یا کدام گپ بگه یا بگه که تو نمیتونی، دختر هستی، باش بیادرت، باید حق اولویت ازش باشه. یعنی در کل ما خدا رضا با شکر در خانه زیاد در حاشیه نبودیم، یعنی همیشه همون قدر که بیادرم توجه صورت میگرفته و خودم توجه صورت میگرفته و اینا در کل باعث شد که کم کم انگیزه خلق میشد. یک چیزی که ما اچیو میکردم و دیست میاردم او بر ما انگیزه خلق میکرد که بیشتر تلاش بکنم و خیلی وقتا اطوری نبوده که من همیشه کامیاب بوده باشم، هیچ مثلا شکست نخورده باشم. خیلی شکست هایم داشتیم، خیلی وقتا مثلا مسابقاتی که بین همسنگی هایم بوده من نتونستم اول نوره باشم در بعضی سنف ها، یا مثلا همه کانکور یک نمره خیلی بارز شده که من نتونستم تیر کامیاب شدم. اینا کلن آمدن بر ما کلن شدن زیر پای شدن که من بالاتر برم، بالاتر برم، انگیزه بگیرم. زیاد در یک قسمت که شکست کردم هیچ وقت ناامید نشدم من. و زیادترم مادر من باید بوده، پدر جانم، اینا واقعا نقش از اینا رول اساسی رو بازی کرده زندگی من. و آل هندوستان که آمدین، با آمدنتون به هندوستان کدوم مشکل خانوادگی هیچ مشکل نبود؟ یعنی راحت آمدین و شما گفتین که اگه اعتماد وجود داشته و این بدون شک یک شما این خودش یک گلگوز، یک پیام است برای کسایی که خصوصا در کشورهای افغانستان، ایران و دیگر جای زندگی میکنن که اونا بتون که با پسر خود حق میتن، بدون شک برای دخترای خود هم حق و حقوق بتن که بتونن آزادانه برن و تحصیل کنن، درست؟ خب ما از یک ولایت آمدیم که ولایت میدان وردگ مردم ها بسیار زیاد دخترهایشان در صحنه نیان درس نمیخوانند، منظور من زیاد در کشورهای خارج هم نرفتند بنا به تجربه شخصی خودم. ما در بین قوم خود اولین دختر بودم که درس خواندیم و اولین دختر بودم که بر من اجازه داده شد که برم خارج از کشور تحصیل بکنم. روزی که ما ایمیل گرفتیم که ما کامیاب شدیم، ما دیدم اشک خوشی در چشمای پدر خود دیدم، اشک خوشی در چشمای مادر خود دیدم. اونا از ما که زیادتر خوش شده بودن، اونا حس غرور میکردن بر ما، باور داشتن و باور از اونا یک از چیزهایی بودن، نقش اساسی بودن که من همیشه کوشش میکردم اوقدر باوری که اونا سر ما داره من باید برشان ثبوت بکنم که یعنی من میتونم، یعنی باید اونا از من در صورت ناامید نشن. و پدر مادر وقتی که بر اولادشان باور میکنن و میفهمم که هیچ دختر پسر افغانستانی یا بگویم افغانی بگویم جرأت از این رو نمیکنه که اعتماد پدر مادر خود بشکنه. و ما بازم گفته بتونم که اعتماد پدر مادر شاید کلید موفقیت نبوده. بدون شک، بدون شک. خب فرزانه جان، از سیمای خودت میتونم میبینم که یک دختر است که فعال و هیچ قرار نمیگیره تا به حساب آمیانه بگیم حتمی یک کار رو میکنین. در هندوستان چی دستاوردها و چی موفقیت هایی داشتین؟ یک چی شاهکارهای را انجام دادین؟ من اطلاع دارم اما میخوام از زبان خود شما بیننده ها و وطندارا و دوستا و جوانای دیگه بشنوم که چی کارهایی را کردین در هندوستان از زمانی که آمدین در هند برای تحصیل.
باشه. خب ما در ماه جنوری، ماه جون 2019 در هندوستان آمدیم، بسیدیم. تقریبا 6 ماه اول بدون قرنطینه و همه چیز گذشت. بعد از اون زمزمه کرونا شروع شد و همه شهر کرونا گرفت لاکداون، با همه این همه مشکلات دوری از فامیل و اینا. من خوشحال به این هستم که امروز میتونم یک گوشه ای از زحماتی که استادای ما کشیدن به خاطر ما و خودم کشیدیم به هموطنان خود بگویم. ما در ماه جنوری 2020 صبحی وقت بود که استادم در گروپ یک پیام تبریکی رو برام نوشت که ما عکسم در روزنامه به عنوان بیست اینترنشنال استودنت در بین کل شاگردایی که در پونه یا هندوستان درس خواندن میایه اینجا چاپ شده بود. این روزنامه محلی بود که یک از زیباترین قشنگترین روزنامه یه که همیشه من پیش خود نگاه میکنم و همیشه پیش من هستم و بار بار رو میبینم. یعنی باعث بهترین شاگرد یا محصل بین المللی در دانشگاه پونه هندوستان، درست؟ دقیقا. و یه باعث شد خودش بر ما یک تحرک ایجاد کرد که بیشتر از این زحمت بکشم. بعد متاسفانه قرنطینه و کرونا اینا بودن، ولی خب بازم اینترنت چیزیه که خیلی دنیا رو کوچک می‌سازه، خیلی چیزا رو بر آدم آسان می‌سازه. من کوشش کردم که با استادای خود بیشتر در کمیونیکیت باشم و از استادای خود خواهش کردم که بر ما یک انترنشیپ مهیا بسازه. اینا از من خواستن که من باید تجار افغانی گپ بزنم، اونا از اونجا هر تجارت رو که اونا میکنن من باید در کنار از اینا کار بکنم تا اینکه یک تجربه برای خودم کسب شود و در پشت سرش استادای من حمایت بکنن، در قسمت از اینکه چطور باید نفر گپ بزنم، چطور باید امی محصول افغانستان رو معرفی کنم و در قسمت زمانت خرچی استادای باید از این تایید میکنن. خب ای آیس آیس ها پیش رفت، کارهای ما خوب بودم که دیروز بود من یک ایمیل دریافت کردم، پر روز یک ایمیل دریافت کردم از یک شرکت لیکویج، شرکت مایی هست که بر من چاپل یا آیلتس که من میخوانم اینا اسپانسر میکنن. اینا به خاطر از این بودن که من یک ویدیو ساخته بودم یا ویدیو باید در مورد این بود که What India mean to me و این بین 33 کشور جهان بود، چون آسیسیان یک پروسه هست که از 33 کشور جهان شاگرد میان در هندوستان درس میده، اسپانسر میشه. بعد اینا یک مسابقه را ایجاد کرده بود بین کل شاگردان که کسایی که فارغ شده چندید خود از هندوستان بگویم. بعد خب من فارغ نشده بودم، ولی خب خودم زیاد توجه نکردم به اینکه فارغ شده یا نشده. خب من میسازم چندید خود احساس کنم در مورد اینجا بیان میکنم. بعد امو شد که من تانستم مقام اول در بین از اینا بگیرم، ولی خب بنابرای که من علمینای استودنت نبودم، شاگرد فارغ شده نبودم، اینا پس دوباره با کمک سفارت سفارت هندوستان در افغانستان اینا بر من لطف کردن اجازه سیوم دادن. خب چی بود جایزه؟ جایزه $750 آمریکایی بود، نقد دیگه همون دارن. می دیگه $750 دیگه مصرف کردی به خیلی دیگه؟ نه من مصرف نکردم، من $500 روان کردم به مادر جانم به خاطر از که باید فرهنگ سازی شده و یکی که پدر جان و مادر جان کسایی هست که نقش مهمی به زندگی داره و 99% تلاشای از اونا بود روحیه کنا بر من دادن. من $500 به مادر خود روان کردم فقط به خاطر از که تحفه باشه از طرف دخترش برش و $200 دیگه شم دو تا از دخترها دختر خانمای عزیزی که در افغانستان مصارفی رای خود تا دانشگاه نداشتن بنا به مو چندید فامیل و دوستا بعد از اونا داده شد و $50 دیگه پیش مانده به خاطر که ماه روزه اومده ما نتونستیم بعد از ماه روزه بخیر همی دوستا و همی سنفیا محصول های عزیز بیر کنه هستن اینا بسیار شیرینی خواستن دیگه امروز اینا ایجا شریک میکنیم. عالی. خب دیگه هم یک پیام بسیار خوب نفته که قدر پدر مادرتان رو بدانین و یکی برای پدر مادر جان $500 روان کردین، اولین ثمره اولادشان و هم دخترشان که اعتماد اعتبار کردن و دختری که افتخار برشان آفریده و برشان روان کردین چقدر لذت بخش بوده باشه برای از اونا. دومی که برای دو دختر دیگه که همسن و امنه و شما هستن برای از اونا کمک کردین، یک ثواب اجر عظیم برای شما و خانواده و $50 آفرین. این در رشته خوب آمدین، وقت رشته اقتصاد، رشته اینترنشنال بزنس و خود یکی از شیوه های از او اینمی صرفه جویی از مصرف پول است که شما دقیق با
بجت کردین، بودجه تعیین کردین و نام خدا بسیار منظم تقسیم بندی کردین و مصرف رساندین. حتی 50 دلار شنازام پیشتان است. با چون وقت ضیق است، فقط میخوایم یک سوال دیگه از شما بپرسم. ایست که تا جایی که من اطلاع دارم به گونه مستقیم یا غیر مستقیم یگان کارا در قسمت تجارت هم شروع کردین، در این راسته کمک روشنی پرتین با آگاهی دارم، اما میخوایم شما بگین که چی است و چی گونه است و چطور تانستین در کشور هندستان همچون کار در کنار درس و به یک وقت مدت کمی که شما در هندستان هستین و یک سال بیشتر از یک سال از وان به کرونا تیر شد، چطور تانستین با چی گونه چی کارهای را انجام دارین که به این کار دست بزنین به این عمل و چی گونه کار است و در کدام بخش؟ خب آقای کشیر عزیز، خب ما زمانی که هندستان آمدم بسیار مطمئن بودم به یک پدرمادرم همیشه بر من دعا میکنه و اونا واسه من بسیار باور کردن. بعد با یک روحیه بسیار قوی وارد سینف شده بودم. در سینف من ما مجموعه شاگردای اینترنشنال هستیم، شاگردای هندی نیستم. کشورهای متفاوت سریلانکا، منگولیا، نیپال، بنگلادش، زامبیا، افغانستان و کشورهای متفاوت. بعد من بسیار کوشش میکردم که با اصلاح خود خوب باشم، در قسمت پریزنتیشن ها، در قسمت یعنی یک همکار باشم. آیسته آیسته تانستم که اعتماد اصلاح خود رو بگیرم، اعتبار از اینا رو بگیرم که اینا بر من باور کنن و کمک کنن. در این قسمت یک تجارت کوچک زعفران تقریبا فیلن میشه 8 ماه میشه دیگر. یعنی ما 8 ماه پیش فیلن ریزی کردیم، روی ازی طرح کردیم. ما با یک تجار افغانی گت زدم، اونا زعفران از افغانستان میارن به هندوستان، ولی در اینجا باز من روشن همکار هستم. فیلن گسترش پیدا کردن، خوب شده در قسمت های جنوب هندوستان، در بنگلور. اینجا ما چی داریم؟ سفارش از اینجا میگیریم، بشان دوام میتونیم و مسئول کنیم دیگه. زعفران ها رو میگیریم، گرم گرم میکنیم، در موردش مطالعه میکنیم، در مورد از اینکه کدام کشور ها بیشترین یا بهترین زعفران داره. بعد پریزنتیشن جور میکنیم، با آدم ها گپ میزنیم، مشتری پیدا میکنیم دیگه. می تا آیست آیست پیش میریم. عالی عالی عالی. خب فرزانه جان، تا جایی که ما میبینیم خودت یک دختر بسیار هدفمند هستی، یعنی هدف داری در زندگیت بدون شک و در اینجا خاتمه نمیافت کار و فعالیتات، چی پلانهای بعدی در نظر داری؟ چی کارهایی را انجام بدی بعد از این؟ بدون شک زیاد هست، اما خودت چی از همین چند سال 5 سال آینده خودت در کجا میبینی؟ ما یک از زیباترین اهداف میه که ما مسئله خود یکی از بهترین کشورام باید بگیرم، باید برم به خاطر مسئله خود، بازم به خاطر اسکالرشیپ باید تلاش بکنم. و در کنار ازو من نباید فراموش کنم هم نسلای خود، دخترایی که بر من نیاز دارن. من با چشمای سر خود دیدم که پدر ما بر من اعتماد میکردن، پدر ما بر من اجازه میدادن، پدر ما بر من مهیا میکردن، ولی دوستای ما برشان مهیا نمیشد، همیشه اونا در حاشیه مانده شدن. و بیشترین اذیتی که من میشوم از همین خاطره، من نمیتونم دوستای خود، هم نوای خود، هم سن سالای خود به او اذیت بدم. و به این خاطر من یوتیوب چینل تنظیم کردم که از طریق من بتونم بیشتر با دخترها وابسته بشم، بیشتر اعتماد از اینا رو بگیرم. برجون یک کلمه‌ای که میگم یا یک کاری میکنم باشون انگیزه هم بکنم. و ما یک گروه از دخترها یک جای هستیم از کشورهای متفاوت که باید با وومن امپاورمنت در افغانستان بیشتر کار شود، خصوصا در ولایت دوردست افغانستان. دیگر در کنار از او ما یک از آرزوهای بسته که تجار خیلی موفق باشم و تنها تجارت خود را فایدهش کنه، در خود خود نمیبینم. میخوایم از طریق تجارت خود یک رای حل، یک لبخند بر هموطنهای خود باشم تا زندگی فرصت ادامه دادن داشته باشم. میخوایم که یک کاری، یک بساوردی بر هموطنهای خود داشته باشم. این ارزشمندتر بر من خیلی مهمه. تشکر. فرزانه جان، با کدام انجمن مسئولین هم ارتباط دارین، همکاری دارین در این رابطه اگر معلومات بتین؟ چون یکی از هدفهایی که من دارم که وصلت لینک، یعنی وصلت همچه اسوسیشن ها با هم دیگر، به طور مثال بگونی مثال، ما چند هفته قبل ما یک انجمن مسئولین جوانای افغانستان در یکی از دانشگاه در ویکتوریا که یالت که ما سیم داشتیم، اینا آرزو دارن که با جوانای مثل شما
وصل شدن. امروز قسم که بیشتر خود گفتی دنیا تکنولوژی دنیا را بسیار کوچک ساخته، یک گلوبال ویلیج شده، کل جای یک ویلیج واره شده. بنان ما میخوایم کمی انجمن شما را با انجمن از نو وصل بتم که از داشته های یک دیگه خود استفاده کنین، با هم دیگر هم کار باشین. خب در پونه بیشتر محصل زندگی میکنه از افغانستان و از دیگر کشورها و تقریبا میتونه بالای 500 محصل در پونه هستن به صورت اسکالرشیپ یا اینکه سلف فایننس و ما بین خود یک انجمن داریم، کار میکنیم و با مشکلات شاگردان رسیدگی میکنیم. شاگردان جدید میاد میخوایم بریم از میدان آقای اونا رو بیاریم به خاطر که بسیار کلش برشان بیگانه است و کارکرده اینا هست برنامه فرهنگی هم دارن، برنامه رسیدگی به مشکلات دیگه محصلا و همیشه بین خودشان کمیونیکیت دارن، یعنی ارتباط دارن. دیگه ای برنامه انجمن محصل افغان در پونه دیگه حتما، چرا نه، ما در یک قسمت هم کاریتا میکنم که انجمن محصلین از سراسر دنیا با هم وصل شد. فضل جان، به عنوان آخرین سوال، چی پیام شما مرایس یک جوانی که از بومیستان خرد و کوچکتان از مشکلات بسیار زندگی بسیار ابتدایی و دور مثال از بیسوت شروع کردین، بعد از با افغانستان با کابل، از کابل به سرعتتان به یعنی پایتان کشانیده شد به دیلی و از دیلی یقین دارم که قسم که شما گفتین ماستری در کشور دیگه میخواین که یقین دارم میره به یام موفق میشین، پیامش شما چی است؟ من حیث یک جوان به دیگر جوان ها به همسنتان کسای که همسن سال شماست چی گونه یک پیام دارین برشان؟ ما به تمام هموطنان عزیز خود همدلی، مهربانی، احترام متقابل، همدیگر پذیری را آرزو دارم و با امید روزی هستم که بر دخترای سرزمین ما بیشتر وقت داده شود، بیشتر برشان حق اولویت بر از اونا داده شود. متاسفانه بسیار به حاشیه مانده شدن. من باورم به این است که اگر دخترای امروزی ما روش کار نشه، اینا نمیتونن که مادر موفق برای فردا باشه و نمیتونن خانم خوب برای شوهرش باشه و نمیتونن مادر قهرمان برای اولادش باشه، چون خودش به اندازه کافی زجر دیده، به اندازه کافی زحمات متقبل شده، همیشه در حاشیه مانده شده. خب از این توقع نمیره که مادر بسیار سالم باشه. به این خاطر به امید روزی هستم که کل دخترای سرزمین ما از گوشه گوشه ولایت افغانستان بسیار حقشان مساوی باشه، بهشان حق داده شه، از حاشیه بیان در متن قرار بگیرن و توجه لازم بهشان صورت بگیره. دیگه پیام ما گفتم مهربانی، همدلی، همدیگر پذیری، احترام گذاشتن، احترام متقابل، به امید روزی که افغانستان جای بهتر برای زندگی برای کل افغانای ما باشه. عالی، بسیار پیام خوب و عالی، تشکر. فرزان جان عزیز، تشکر از اینکه آمدی مهمان برنامه ما شدین و خوشحال هستم که شما بدون شک تماس های دیگه خاط داشتیم. انشالله که به چند وقت بعد با یقین دارم بر کامیابی های دیگه نصیبتان خواهد شد. ما شما با ارتباط می باشیم بخیر و این یک گونه سلسله وار انشاءالله ادامه خواهد دادیم و هر دستاورد شما دستاورد خود شما نیست، متعلق به خانواده شما نیست. هر فرزند افغانستان در هر گوشه و کنار افغانستان که یک کامیابی، پیروزی، موفقیت، سربلندی نصیبش میشه، مثل عزیز که به هر افغان در هر گوشه و کنار دنیا نصیب شده. بنابراین ما اول افتخار از این را برای والدینتان تبریک میگم که بچه اولاد را تربیت کرده و بزرگ کرده و شما را زمینه را مساعد ساخته و اعتماد برای شما داده که شما بتونید به کشور خارج از افغانستان و ایسی یک دختر در یک کشوری که مردسالار زرزتیز است و شما تانستین شما را گذاشتن بیان. ایما از همین جا برشان سلام های خدا برشان تقدیم میکنم و هزارها والدین دیگر هم همچنان همین سلام برشان میرسانن و تقدیر میکنن از اعتماد اعتبارشون و از کارشون و از حمایتشون که بر شما زمینه را با همه سختی های افغانستان مساعد ساختن و من یقین دارم کامیابی های بیشتر نصیبتان است. امیدوار هستم که بیشتر بیشتر دستاوردهای بزرگ کتری داشته باشین و انشالله یقین دارم که دیگر جوانا هم که بشنون این برنامه را ببینن یک امید برایشان پیدا شود و در ضمن تشویق شوند، ترغیب شوند که یعنی هر چیز در زندگی امکان پذیر است، بر شرط که انسان مصمم باشه، تصمیم داشته باشه و هدف داشته باشه و به هدف آرزوی خود تپ و تلاش کنه که خودت کردی در این سن خرد و کوچکت. بازم تمام موفقیت های تا از زمان مکتبت که 12 سال در 6 سال خواندی تا ای که باز آمدی بخیر با اسکالرشپ، فول اسکالرشپ با هندستان و هندستان سر همه افغانا را بلند کردی و یک
ویدیو کلیپ بسیار خوب در رابطه با هند تشکیل آماده ساختی و یک اساس تا کارهای تجارتی تا در کنار در سایت با کمک پانتون دانشگاه شروع کردی. همه و همه کار ساده نیست، ما نمیتونیم یک کار کوچک قدرش نفهمی بزرگترین کار هم کنی بیفایده است. یعنی یک سیب اگر یک گل بید باغ بگیری که کار قدر کل باغ نفهمی هیچ است. بنان ما این را تقدیر میکنیم، بدون شک دیگه هم وطنهایتون تقدیر میکنم و همه با تو مانند خودت و مانند خودت دیگه امثالت میخوین دارم ده ها ده ها جوان دیگه مثل خودت است. برای همشون ما افتخار میکنیم. کامیابی های خودت از خداوند بزرگ میخوایم. تشکر با امید ارتباطات بعدی، با امید موفقیت های بیشتر شما. آقای کشتر عزیز، از شما تشکر که دعوت کردین مرا و برنامه های زیبایتان بسیار زیاد تشکر. دیگه وقت شما خود. ممنون. بیننده عزیز، وطنداران عزیز، گل ما در هر گوشه و کنار کسید، خدا کنه که از برنامه امروزی لذت برده باشین و اگر ندیدین و یا نو میخواین ببینین، ما یقین دارم که لذت خورد بودین، به خاطر که بسیار پیامای خوب، پیامای شیرین، پیامایی که واقعا یک جوان امروز باید داشته باشه که تو آرزوی هر پدر و مادر است که همتون یک فرزند داشته باشه و به جامعه تقدیم کنه، کوره فرزانه جان داشت و با شما شریک ساخت. انشالله تا برنامه های دیگر، تا برنامه هفته آینده ما، شما را به خداوند بزرگ بسپارمتان. الله یار مددگار همتان باشه و خدا کنه که شبها و روزهای رمضان به خوبی و خوشی سپری شه، تا عبادتتان به درگاه خداوند بزرگ قبول شه. خدا حافظ شما. الله یارتان. آمین.